جلال نوری افغانی که 24 سال می شود در اوکراین زندگی می کند به جنگ اوکراین پیوسته. نوری می گوید نخواست اوکراین را به عنوان دومین کشور ترک کند و به کشور اروپایی پناهنده شود. به همین دلیل ترجیح داده تا در برابر روسیه سلاح بردارد و از اوکراین دفاع کند. سهیلا یوسفی گزارش می دهد. تنها افغانی که در اوکراین برابر روسیه سلاح برداشته، جلال نوری نام دارد. با عنوان فرمانده رهبری یک گروه از سربازان اوکراینی را در برابر تهاجم روسیه به دست دارد. جلال 24 سال است در اوکراین زندگی می کند و پس از تهاجم روسیه بر اوکراین دختر و همسرش را به اروپا فرستاده است. دیگر اوکراین مثل وطن دوم ما برای شده. دیگر روسها افغانستان را خراب کردن. وقت مخورد بودم. من 13-14 ساله بودم. دیگر از گیر از ما گریختیم این طرف. حالا از اینجا کجا بگریزیم؟ چه قادم بتوان بگریز از پیش از این روز؟ از او خاطر دیگر ما گفتیم که کجا بگریزیم؟ اگر جایی نیست. هر جایی که آدم برای جنگ آدم گیر میکنه. آخر باید که خلاصش کنه، ختمش کنه. دیگر نتونستم وجدانم مرا با اجازه نداد که برم خارج. با گفته او به دلیل اینکه اوکراینی ها در وطن دوستیشان با افغان ها شباهت دارند، راه دفاع از اوکراین را انتخاب کرده است. این اوکراینی افغان الاصل می گوید نیروهای روسیه هفته ها پیش به کیف نزدیک شده بودند، اما اردوی اوکراین پل 8 کیلومتری را تخریب کردند تا از ورود روس ها به کیف جلوگیری شود. جلال تجربه جنگیدن در جنگ کریمیه در سال 2014 را نیز دارد. روی جنگی مردم اوکراین بسیار بالاست. بسیار بالاست، یعنی من میتونم صرف یارکت افغانا سر بتونم. مثلا افغانا ما شما هم کس بین خود همیشه گلده ها و گنجا داریم بین پشت زبان و از آره است و اسبک است و این رقم است. رقم از بزرگ نیروی خارجی که می کنیم ما یک دست میشیم و از نیروی خارجی جنگ میکنیم. اوکراین ما می رقم از اوکراین آرامی می باشه جنگ نمی داشته باشن بین خود یا بسیار جنجال داره این بعدا. به حساب همین انتخابات و یا به حساب همین پالیتیک یا شد. مگم وقتی که نیروی خارجی می یا یک قدر یعنی ما بسیار ما منتظر نبودم، یعنی یک چیز منتظر نبودم که اوکراینیا اقام بسته شوند و اینکه این مردم با جرات با غیرت باشند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، نزدیک به 5 میلیون اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه از این کشور بیرون شدند.